روز میرم تخ بر میدارم سم تلا یونجه بخور یونجه علا پر کن بودکم باشی خود کاسه ما را آتیش گردونه خوب دارم قلیون و گوش خوب تره موش با کمدی دارم ساعت با زنجی زنکس کارو بارم چیت گل گلی دارم آی مخمل کاشون دارم گیبه یکم روز از نو روزی ز تو ای خاله به بنده زحمت میکشم کار میکنم وقتم بلنده ای قصه کریم پول نداریم بازو که داریم شاهدی که ما صبح سحر در پی کاریم که زول زده ای توی چشم بنده ابرود کمونه و لپات گلی و قدت بلنده هرچی که بخوای ته بهت میفروشه ارزون از کیسه همون و سنگ پا و نخه قیتون خانوما کلاگیسه پشنگ دخترا برم دامن تنگ خانوما کلاگیسه پشنگ دخترا برم دامن تنگ آی سلمونه یم و ریش میزنم بوری و پردون ناخسوف میشین تا بزنی یه پک به قلیون آی شکست دست شکست پا شکست بندم تا کلاه تو یه چرد بدی پا تو میبندم هم جل گیرم و هم پال گیر باید شکم بشه سیر هم مار گیرم و هم لودی مار میکنم تو بوتی خدای پناه میبرم به تو سلسله شدی کمک کنی یا خودت کمک کن اینقدر از آبجی آبجی اومدم حالا نجاتت بیدم آبجی نه ترس آبجی حالا لحظه خود درت بیارم نه ترس آبجی طوری نشده خدا رو شکر که سالم هستی یه میدو آبجی یه نفر چون نه ترس آبجی الهی شکر بچه کجاست بچه کجاست الان بیره بیرمش نه تا چون الان داره بیرم یا خبر بری هاشم خودت کمک کن بیا بیره جون یه نه تا چون بیا 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 بوده جون خوری نشدی دارو شد آبگی الهی صد هزار کرون شد بچه صحیح و سالمه شد که سالمی ببینم کسی دیگه اونجا نیست نه ولی شوهرم پسر اونا کجا کجا
نمیدونم خیلی خوب بذار اول خودت برم دعا درمون کنم بعدم میرم سراغ اونا یا بیاد کمک کنه بردش کنه یا علی یالا کمک کنه خوده یالا خدایا ببینم داداش خونه کت خدا همینه کدوم کت خدا دیگه کت خدایی وجود نداره خیلی خوب حالا خونه‌ش همینجاست آره برادر ولی دیگه نه خونه‌ای وجود داره نه کت خدایی آقای سالاری با بچه‌ش چیکار اینجا مهمون بوده کجا همشون مردن تا حالا 5 سال نش از الله اکبر حالا چجوری به اون زن بیچاره بگم شوهر بچه‌ت مردن بیا پایین بچه اون دیوار الان خراب میشه آخه اون بالا چیکار می‌کنین عجب بچه تخسی ها بیا پایین میافتی میمیری نه ترسه میمیرم بیا پایین دیشب رفتم زیر حوال ولی خودم در اومدم عجب جونی داری ها یه دفعه دست ازرائیل فرار کردی دوباره میخوای بیا سراغه نه ترسه میاد بابا ننت کجاست به تو چی پیری صداتو ببر بچه گوش کن ببین چی میگم بیا بریم بسپارم به دست جاندار بری تا بابا نه پیداش بشم بیبریم بیبریم نمیام بیا تو میگم بیبریم بچه بیبریم بیا الان که زلزله بیگیری بچه تو باید گرفتار زلزله بیشدی آهای کله نمیدی بچه پرو تو اینجا چیکار میکنی برو پیکاره ببینم تو پسر کی هستی؟ پسر آقای سالاری. آقا سالاری خودمون بیا من بابات میشناسم. خود بیا اینجا بابا. دیاله ده. ببینم چیکار داری میکنی؟ به تو چه فضول باشی؟ فضول باشی هم هستی. من دارم اسبابامو جمع میکنم بیارم بیرون. خونه خودته؟ آره بیا کمکم. بیا بابا. بریم بعد تو با خودم کار میکنی چی شده کوچولو؟ من پرش نمشتی دیده همه چی مردم این بچه مال کیه؟ این بچه مال شماست دیگه این بچه یتیمه فکر کنم پدر مادر رفته باشه زیر احوال من پرش نمشتی دیده همه چی مردم پرش نمشتی دیده زنم مام بچه مام یه دو دختر داشتم چهار تا بزن این بچه یتیمه این بچه من مال شما نیست مال شما رو دیگه من پرش نمشتی دیده گریه نکن پدر جون گریه نکن بیا بخلم من دیگه زن و بچه ندارم تو رو نگهداری میکنم گریه نکن جانم نراحت نمیش دختر جون من با خودم میبرم ات سلام ابجی سلام سجل احوال پسرتم آوردم بی عرصک مال تو بازی کن خوشت میاد دست شما درد نکنه داداش من که عوضی ندارم به شما بدم دیگه این حرفا رو با هم نداشیم تو آبجیبه نی این آبجیبه رامین رامین؟ آره سجل احوالیه گفت تا این بچه بزرگ بشه زمونه عوض بشه باید برای بچه ها اسمای قشنگ گذاشت فامیل خودم هم روش گذاشتم بیچاره پدرش گریه نکن خوهرم من خیلی گشتم یکی از دهاتیام میگفت تو خونه چت خدا دیگه هیچ کس سالم نبود همه از بین رفتم بچه و شوهرتم لا اله بیچاره شوهرم چه آرزوهایی داشت دلش میخواست که از پسرش مثل خودش وکیل عدلیه بشه حالا بچهش یتیم شد دیگه غصه نخورم چی من اینو به ثمر میرسونم فقط ازت خواهش میکنم نذار بفهمه من غریبم باشه امیدوارم در خدمت مردم و حمایت از حق و عدالت موفق باشی ما هر سال ممتاز ترین فارغ التحصیلان حقوق برای کارآموزی به وکلای خوب و با تجربه معرفی میکنیم بیا این یه سفارش نامه است برای تو با اسم و آدرس که باید به ایشون مراجعه کنی موفق باشی پسرم برو به سلامت از لطفت متشکرم قربان خواهش میکنم مرمتون سید سلامت آبرامی
خیلی خوشحالی که لیسانست گرفتی. آره همین الان میخوام برم این مژده رو به دایی تعلیم بدم. از این وری میری؟ آره ماشینم اون وری. خب قربون تو. موفق شی. چرا نشستی داری شورت میذاری؟ بلند شو. بذار بخوابم بابا پاشم چیکار بکنم؟ بابا بلند شو. پس تو چه شریکی هستی؟ پاشو یه فعالیتی بکن. کار سلبونی مردونمو پاک کساد شده. اگه اینطوری پیش بره سن دارم گیرمو نمیاد. چی میگی نوکرت؟ اما وقتی که این زلفای هیپی میپی مد شده کار همه سلبونی های مردونه کساد شده. جوانای امروزی انقدر سلمونی نمیرن تا زلفاشون بیاد دم کمرشون. اون وقت میگن ما تمدنه. آخه بابا جو اینم شد تمدن. از تمدن آپولو ساختنش یاد نمیگیرن. فقط این قرائت فارسی یاد گرفتن. تو هم که قسمت زنونه رو وردشی واسه خودت. سرت هم که شلوغه. بفرما. دو تا دیگه اومد. دو تا مشتری اومد. بله. او شاغلم تو نگاه نکن میترسه. خانم بفرمایید قسمت الان خدمت میرسم. گوشو شاغلم خدا روزیمون رسونده. بیا سر یکیشون تو درست کن. تو چی؟ چی؟ کجا؟ حواست جمع کن این خانوما خیلی زود رنجن. باید اسم معدب بدونم. برو بریم. برو بریم که با این حرکت شنگونم کرد. باید جفتشون خوشگل باشن. معدب سلام کن. اومالیم. سلام. جلال خالق. شما هست باربه؟ باربر پدرت ناکس میباری بیرون. باربر کدومه؟ چی میگی؟ اینجا آرایشگاه سلمونیه. من هست لازم سرم واشواش. چی؟ واشواش؟ تو چی؟ منم همینطور واشواش. تو هم واشواش لازم؟ الان شاغلا بیجا میگم تموم کسادی ما که کسی سلمونی نمیاد برای تقلید جوانا از این ویدیاست. حالا باید یه واشواش نشونشون بدیم که تو تاریخ ها براشو بنویسن. برو اون شامپوی مخصوص بردیم. الان میدهم. آی واشواش بکر اینجا الان میداشتم. بشه دیشتر سرم کنک شد. هی دایی تقیقو با تو هم دایی تقیقو فکر میکنم تو زن اونه باشه. کهیلی آبه کنکی پر باشه تمیز شد. خوشگل شدم. چرا سرم اینجوری کردی؟ صداتو دارد قشنگ اسلام. من از دستو شکایت میکنم. چرا ایرونه بودا اینتر بودین حالا باطل شد؟ من باطل باطل سرم احمد بودی شدم. ایرونه تو گلبازی در آوردم. ببینم چی کردی. شاغلم من دستو به چرت شکایت فرنگی در ببینم چرا به این رو زندگی شد؟ دندشون نرم شه تا اینا باشن از فرنگی ها تقلید غلط نکنم. اینا جفتشون بیتل بودن من باطلشون کردم. راستی نیا کن دایی تقیی من لیسانس همون گرفتم. جور من؟ آره ببینم از کن بپرامیدیون تبریک. راستی دایی تقیی جون از استادم یه معرفی نامه دارم که برم پیش یه وکیل درجه یک کارآموزی کنم. ببینم با این لباسا مگه من میذارم ببین؟ الان خودم میبرم به فروشگاه برات یه لباس شیک میخرم که برازنده یه وکیل بشه. میبری خیلی متشکرم. این یه کمی بزرگه. دایی لباست خوبه؟ آره بد نیست. خوبه همین خوبه. عالیه. چطوره به میان؟ انگار واسه خودتون دخترت. آها اینجور بهتر. آقا لباستون خوبه؟ بگو تقی جیمز باند زیر هفت روی هفت. آقا جیمز باند لباس 200 تومن من 400 بالا میدم. حقا به تو برم. اینجور نه اینجور شرط بچه داری میخندی؟ زاغ نبود؟ عجب بود. عجب بچه شیطونی ها. این چیه دسته؟ تو فکر جیمز باندیه. بده من یه امتحانش کنم ببینم. الان بهت میدم. خوری شانا مای آزار داری قد میخندی؟ میزم تو دهنتا ده بایست تو با یه هفتیر علامت با بنظر من خیلی قشنگ اینجا آمی برگر خیلی خوبه. یه مغز بی تغمیه ببینم چرا زدی؟ یه هفتیره تو بگی بچه شیطون. چه کاری بود؟ چرا زدی به خانوما؟ چرا تیر انداختی ها؟ خودت بودی خودت گنده. الهی
که زنون دست زیر ساتور بره. خجالت نمی کشه پیره مرد. بلغش کن بیا بقیم ستاقی. بیا بلغش کن ببینم. آره بریم کنار جفتتون تو استقر بشید. بسته شو نمیجه جام بود. چی شده چه خبره؟ داشتم با دو تا تیکه تمیز صحبت. باز افتادی دنبال زنا؟ دنبال چی جان من، خودشون اومدن جلو اینا. بسته شو هم دادم به من، بسته شو ببرم لب استخ. در میاری؟ آره جونم در میارم قربونت برم. اینو بپیشش بده در مغازه. اینم بپیشش. باری کله دخترم. برو بریم. سلام بچه‌ها. حاضرت راستی دوست دارم بهتون معرفی میکنم نانا با هم از فرنگونه ایستم. نخ الهی که قربونه همه تو این برم من با این لباس کجا دهی بیارم بلم کن عجب آدمی الان آبرمون رو پیش اینا میبره. الهی که قربونت برم دورت بگردم. بذار من بیام اون وسط ببینم چه خبره. مهرویان شناگر خیلی ببخشید خانم این بسته مال شماست. لا لا یس یعنی بله. نه نامزد نیست. امشب قراره که عقدش کنم. نو نو شوهرشه. نو نو چاکرشه. نو نو نوکرشم. آقه آقه برپره یه چطه اونا نو نو یکی آقه آقه شیطونه دیگرم از کنو بگیرم. اسم نامزد مموشه. پس گفتی اسمش مموشه. الهی موش نخوردش. من میرم پیش بچه ها. هی بچه ها شما خیال نداری شنو کنی؟ یا شنو نداری؟ بله مرد برای چی منو گرفتی؟ برم کن. مگه نمیگرفتم به تو میافتدی؟ به تو مربوط نیست، دلم میخواد قرب شد. لباس از اونم خیس میشد. بهت که گفتم به تو مربوط نیست، برم کن. بلتون کنم که بیافتین تو است. راست میگه، راست میگه. خیلی ازتون متشکرم که نذاشتین من غرق بشم. حالا میگم چطوری که بله چطوری که خودت آی بریم شدم نجاتم داریم. کمک آده بیداد چی شد؟ خدا جون کمک کن. وای خدایا پسرم مرد، دیگه اصلا نفس نمیکشه. ای وای خدا نکنی. وای حالا میگین چی کار؟ چرا نشستی؟ شکمشو فشار بده. یالا زود باش. یواشتر الان روده‌هاش از دهنش میاد بیرون. زود باش یالا. بیا جلو دهنت بذار تنفس مصنوعی بده. فوت کن فوت کن بذار هوا بیاد بیرون. یالا آها به خدا بلد نیستم. بابا بلدی نه بخواد دهنت بذار بازش کن دیگه. برو جلو من هوا تو دارم. بلام کن احمق بی تربیت. اصلا حقش بود میذاشتم میمردی. نفهمیدم میذاشتی میمرد؟ آره همه شخصی توه. تقصیر من چرا؟ همه شخصی این ذلیل مرده بود. الان حساب تو را میرسم. یه خدمتی بهت بکنم که حس کنی پیر مردی. یاله بچه حسابش و نقشه‌ای که من دارم تو رو وارد اون خونه میکنم. فقط تو باید رمز گاف صندوق آقای سالار عموی ستاره رو یاد بگیری. تو این صندوق نیم میلیون پول و جواهره که به طور امانت پیش سالار که معروف به وکیل مورد اعتماد مردمه گذاشتم. میرم کیف که میخواستین. خب فرمش ندارین؟ نه برو یه چیزی بخور. من چشم دنبال این پول بود تا اینکه سالا رو دیدم و شناختم. اون پسرش رو تو زلزله گم میکنه و پسرش هم همون زلزله خودمونه. همون زلزله کار میکنه. من اونو 20 سال پیش پیداش کردم. حالا اگه تو زرنگ باشی میتونی به جای زلزله پسر سالار بشی. ببینم چرا این ماموریت به خود زلزله نمیدی؟ مگه بچه‌ای بفهمه که باباش کیه؟ دیگه نمیاد پول اونو ورداره با ما تقسیم کنه. آره. راست میگه. بهترین راه اینه که خودت اینو. آره. خیلی عالیا. رامی مبلا رو ببین. خیلی شیکه. ببین چی میگم. میگم تو هم وقتی کارت گیره باید یه همچی سالونی برای من درست کنی. سالونی به این بزرگی میخوای چه کنی؟ میخوام یه حرمسرای پربرکت درست کنی. ستاقی تو اون پسر کنار استخ دوست داشت؟
آره من اون پسره کنار استخر دوست داشت. ستاقه ستاقه رامی صفش خیلی بلنده ها. ایوا اینا همون دو نفرن دنبال می اومدن. حالا یه بلایی سرشون بیارم که خودشون هست کنن. بیا با سلام ناناس خانم، تا اینجا دنبال من اومدی؟ الهی قربون تو دختر با شما. چرا ما رو ول نمی‌کنی؟ ما شما رو ول نمی‌کنی. خجالت نمی‌کشین؟ من میدونم چه معامله‌ای با تو می‌کنم. بله عمو جون. سلام عمو جون. سلام دخترم، روز بخیر. روز شما هم بخیر. عمو جون، اینا بله دخترم میدونم. ولی اینا سلام عرض می‌کنم. علیکم السلام. عمو جون اینا اومدن. بله میدونم، در معرفی نامشون خوندم. خب آقایون خیلی خوشبختم. منم همینطور. ایشون بنده تقیید جیمز بان زیر هفت روی هفت. منم معرفی میکنم، دخترم ستاره که به تازگی تحصیلاتش در اروپا تموم کرده و به وطن بازگشته. ماشاءالله خیلی خوشبختم. ایشون هم مادمازل نانا دوستش هستن. با حالتون چطوره؟ مرسی بانکون. چی رو میگه بکن؟ ایشون به زبون فرانسه تشکر کرد. آها من چون انگلیسی خیلی خوبه، اینی که فرانسه نمیفهمم. Do you speak English؟ سیریش برای خواهد. میگن انگلیسی بلدین؟ من به گور بابام خندیدم انگلیسی بلد باشم. میدونی من فقط زبون مرغی و زرگری بلدم. میزی ریزی یه غیر میریزی. میدونستم زبون خارجیش ضعیفه. خب شما میتونین از روز شنبه پیش من شروع به کار بکنین. خیلی متشکرم. من از شما خیلی خوشم اومده. فردا شب در منزل من یه مهمونیه. عده‌ای از همکارام هم هستن. برای اینکه شما با اونا آشنا بشین میتونین نامزدتونم با خودتون بیارین. میدونی قربون اون همه کسش منم. من خودم باهاش بیام. این با من. اینم اینجاست دیگه. اوه البته. خوش میگذره پس. خب خداحافظ قربان. خداحافظ. بیبری. خداحافظ. خب چطور بود؟ خیلی خوبید. رفیق شما خیلی با مزه است. گرچه برخورد ما زیاد قشنگ نبود، ولی من خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. راستش منم همینجور. رامین ما قرار بدارم رو گذاشت. چه قراری؟ ما هر دو فردا با هم میریم بیرون شهر در آغوش طبیعت. در اونجا مثل همه هیپیا ناراز و بقل میکنم و یک چرتی میزه. آه جیمی چه رومانتیکی. اوه تو هم چقدر آنتیکی. وای خدا. شما بیه یا با هم خیلی خوش میذاره. ممکنه دیگه نداره. ستاقه تو هم با ما اومد. خیلی خوب سعی میکنم منم با هاتون بیام. یار رجب خونه قشنگی داره، دخترم همینجاست. یادت باشه مسعود که تو برای عشق بازی تو این خونه نمیری. دختره باید مال من باشه. خیلی دور بر ستاره میچرخه. اگه حواست بره دنبال اون دختره، هیچ وقت نمیتونی کار تو انجام بدی. تو باید نقشه تو اشرا کنی. را بیافت بریم. قسمت ببین که توفانی در قلب من به پا کرد. قسمت دل پریشان را از تنهایی رها کرد. آخر مرا دست تقدیر با مهرت آشنا کرد. من شدم مست عشق تو، قسمت ببین چه ها کرد. عشق تو چه پنهان
دیشب نگاهش آفرین بود، گرچه دل من دیوانه ی تو قسمت چنین بود. دود آشنا شد قلبی که با من آشنا بود، باید بدانی که این آشنایی کار خدا لحظه با خود گویم خدایا باشد حقیقت یا خواب و رویا. چه کنم من این حقیقت باورم، این تو هستی یا خیام تو با دربرم. در دست تقدیر افتاد کارم، سرم از سمدی عشقی که دارم. یک تبسم یک اشاره پس از آن یک نگاه، قسمتم شد عشق و مستی این نباشد گناه. در دشت و صحرا داری چی کار میکنی؟ نشستیم داریم غذا میخوریم، شما بدی الان ما میریم. خیلی خوب. قسمت ببین که طوفانی در قلب من بپاید، قسمت دل پریشان را از تنهایی رها کرد. آخر مرا دست تقدیر مهمی رو که مرد شماست براتون فاش کن. مربوط به پسر شماست، همون که در حادثه زلزله با شما تو خونه کت خدا بود. جاده کرج کوچه احسان شماره 12. الان میام. چلا اون مسئله گیرم و لباس کهنه رو بیار، زود بش بینم. مثل اینکه خدا میخواد بعد از 20 سال خوشبختیمو به این برگردونه. بعدم برات میگم. ببخشید ببخشید. ستاقی چه خبر شده؟ نمیدونم. همونطور که همه چیزو براتون گفتم، من خیال میکردم که شما تو زلزله مردی. شما رو همه مردم اون نواحی میشناختن. روز پیش تصادفاً عکستون رو تو روزنامه دیدم، فهمیدم که زنده. حالا دیگه اون پسر با همه علاقه‌ای که من بهش دارم مال شماست. منم با کمکی که شما برای همیشه میذارم از اینجا میرم. من همین امروز براتون پول میفرستم. نه، من چقدر اون بچه رو دوست دارم. من شما رو میارم پیش خودم، مثل یه برادر ازتون نگهداری میکنم. نه، متشکرم. به همون آدرسی که بهتون دادم برین و خوشحال میشه که شما رو ببینم. آره، خواهش میکنم برین، خوشحال میشه. برین. یه دنیا ازتون متشکرم. دادر بیا رونه، تو بازی کردی؟ حالا ببینیم پسر قلابی چی کار میکنه. اون کار خودش خیلی خوب. گیره بول لباسای منو برده بیار. خیلی خوب. پسر عزیزم خوشحالم. پدرت بیا بریم خونه خودمون. بیا بریم خونه خودت پسر. آخه دایی جون، برای چی سلمونی تو بره کردی اومدی اینجا دنبال من؟ اگه آقای سالار از من پرسید بگم چی؟ بگم کارش گیر کرده؟ نه جونم، بگو این گلوش گیر کرده. پس بشین تو ماشین، تو رو نبینه، من برم این پرونده رو بدم و بیارم. برو، من هوا تو دارم.
آخی وای وای تقیی جیمز باند بودو که به موقع رسید عزیزم تقی جیمز باند هست زیر هفت روی هفت من هم چی میری؟ بازم به من گفتی جیمی چند دفعه بهت بگم به من نگو جیمی چه های جیمی باد هست؟ آه چجوری بهت حالی کنم جیمی اسم سگ همسایه ما هست آسق بون من خیلی دوست داشت خیلی خوب پس حالا که شما سگ خیلی دوست داشت منم تو رو دوست داشت مرسی بوکو جیمی باز گفتی جیمی اگه یه دفعه دیگه بگی جیمی تنبیهت میکنم ها چی توقی؟ صورتت بیار جلو این توقی من بوس بوس خیلی دوست داشت این تنبیه ایرانی هست الان حسابی تنبیه میکنم نه جیمی تنبیه ایرانی؟ نه بیا دانس جک چی؟ تو سب نزه من موزیک گذاشت خوبه؟ نفهمیدم چرک برخصی؟ داری چرک برخصی یا داری تر و بال میزنی؟ بیا جیمی بیا منم بیا دنس خب ببینم اون موضوعی که راجب پسرموت گفتی حقیقت داره؟ آره رامین حقیقت داره عجیبه پس تا حالا این پسر کجا بوده؟ بعد از اون حادثه دیگه مادر و برادرتو ندیدم حالا تنها تو رو دارم من خیلی خوشحالم که شما رو پیدا کردم پدر جون راستی پدر این قاب عکس جای نامناسبی نصب نشده پشت این عکس یک گاب صندوقه من تمام اسناد و امانات مردم رو اینجا نگه میدارم الان رمزشو به تو یاد نه نمیخوام پدر چرا شاید بلایی سر من اومد اون وقت تو باید بتونی امانات مردم رو پس بدی ببین اول دو نمره به طرف راست میچرخونیم بعد اینو سه نمره به طرف چپ سلام رامین بیا با پسرم مسعود آشنا بشو مسعود رامین ستاره خانم برام تعریف کرد ریکمه پرونده رو آوردی؟ بله اینجاست خب برام توضیح بده چشم راستی پسرم تو از کار ما خسته میشی برو کیش دخترم و سعی کن باش بیشتر گرم بگیری چشم پدر جون خب بگو ببینم رامین ببخشید سلام بنده تقی جیمز باند زیر هفت روی هفت دست تو چش پاردون مسیو مسعود پسر مسیو سالار آها پس یوسف گمگشته ایشونه بشخمینه برای چی؟ حرف نزن بشه برای چی؟ پس تو خجالت نمیکشی؟ چرا؟ آخه اینم سر چه دو داری خاک چی؟ من سر رو سلمونیت کنم چی کار میکنی؟ برو بشین اینجا بینم نمیفهم بیا اینجا بشین بینم تکون نخوری ها من در به در دنبال یه همچی سری میگردم بذار ببینم آخه حیف این تنینه چیه همچی سری روش باشه بیشه الان درستش بکنم داری چی کار میکنی؟ من که تا سرت درست نکنم ولکره نیستم من باید اصلاح کنم نمیخواد اصلاح کنی بلم کن من تو عقلت نمیرسه من باید درستش کنم من سرم همینی که هست دوست دارم توه. من باید اصلاح کنم تا من این سر حرسش نکنم ولکره نیستم صاحب کن الان درستش میکنم نمیخواد اصلاح کنی سرم ها بذار اصلاح کنم بلو چی باید دفتر نمیخواد برو بینون من باید اصلاح کنم بلاخره من باید اصلاح نمیخواد اصلاح کنی اصلاح تا چی کاری؟ من صاحبی خونم حالا که صاحب خونه ای دفعه برم کنم برم 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 کنم برم کنم برم کنم پس بده فرق تو با کنم وایسا برم کن برم کنم ببینم بگیم بسترم لداد نسم شما رو بوده که دخواه رو بکنی امسیه بگرش رامی چی کار داری میکنی؟ کشمه میکنی هم دیگر رو چون دعوا میکنی؟
رامین مسعود پسرعموی منه، چرا با هم دارین دعوا میکنی؟ خواهش میکنم. من که باور نمیکنم. من راجبه پسر تو تحقیق لازم هست یا نه؟ خیلی خوب، بای بای. میخواد راجبه من تحقیق کنیم. تا داشتم رمز یاد میگرفتم رسید. پس باید زودتر رمز گاف صندوق یاد بگیری و کارو تموم کنی. نکنه حواست همش بشه اون دختره است. تو هم همش حسادت میکنی. قراره پس فردا شب پاپا جونم یه جشن بده و منو به دوستانش معرفی کنه. اگه تا اون موقع رمزشو گیر بیارم همون شب تو شلوغی کلک کارو میکنم. چنگیز من اونه چی؟ نه از با شلوغی کردن حبی مسته. بینم تازگی هم از که یه کلکی تو کارتون ها چیه؟ به ما چرا نمیگی؟ باره بیرون دم ماشین وایسا. باره بیرون. تنها بایستدی پسرم، تو چرا نمیری با دخترموت برخصی؟ اون فعلا سرش گرمه. دوست دارم عزیزم، دوست دارم. منم دوست دارم خیلی. اون مهم نیست، تازه امشب همه چیز بر وفق مراد تو میشه. توجه کنین، لطفا همه توجه کنین. همه شما میدونین که جشن امشب برای آشنایی شما با پسر عزیزم مسعوده، پسری که پس از سالها دوری پیداش کردم. خوشبختی من وقتی تکمیل میشه که پسرم و داماد ببینم. امشب میخوام با کمال خوشبختی به اطلاع همه شما برسونم که پسرم دختر مورد علاقشو پیدا کرده و حالا برادرزاده عزیزم ستاره رو نامزد پسرم معرفی می‌کنم. شما بی جهت از من بهانه می‌گیرید. ولی من می‌دونم شما منظورتون چیه. شما می‌خواید من دیگه این طرفا نباشم که مبادا. مبادا چی؟ مبادا یه وقت مزاحم ازدواج پسر شما مسعود با ستاره باشم. تو خیلی کوچکتر از اونی که بتونی مانع سعادت پسر من بشی. ولی سعادت ستاره چی؟ خانوادگی من دخالت کنی. ولی ستاره؟ خفه شو! من به تو اجازه نمیدم راجع به ستاره و پسر من حرف بزنی. از این به بعدم دیگه هیچ سمت پیش من نداری. حق نداری پاتو تو خونه من بذاری. برو بیرون! دیگه چه حرفی داری با من بزنی؟ ببین من میدونم تو ناراحتی، کاملا هم حق داری، ولی من اصلا نمیتونم روی حرف عموم حرفی بزنم. اون به گردن من حق داری، منو بزرگم کرده. منو ببخش رامین، من جلو مهمونا نمیتونستم چی بگم. تو نباید ناراحت بشی، من فقط تو رو دوستم رامین. دیگه همه چی تموم شده ستاره. ببین ولش کن، دستتو بکش. معذرت میخوام دخترم جان، شما نباید با یه آدمی معاشرت کنید که معلوم نیست پدرش کیه. پدر من معلوم نیست کیه، ولی من همین روزا معلوم میکنم که پدر تو کیه. رامین بذار بره. به تو مربوط نیست که به کارهای من دخالت کنی. باشه کار دارم، میخوام باید حرف بزنم. ولی من با تو حرفی ندارم. ستاره بیا جلو ببینم دخترم، تو چرا با مسعود دوستانه رفتار نمیکنی؟ من اصلا با مسعود کاری ندارم عمو جان. هرچی باشه اون نامزدته، نباید باش با سردی رفتار بکنی. ولی عمو جان اون نامزد من نیست. سکت باش، دیگه نمیخوام از این به بعد اینطور رفتار را از تو ببینم. اون شوهر آیندته، باید به اون احترام بذاری. ناراحت نشو پسرم، همین روزا اون مال تو میشه. راستی پدر جان ببخشید، اگه ممکن است توی گاف صندوقتون یه انگشتری چیزی بدین که به عنوان هدیه بدم به ستاره. خواهش میکنم. والا تو این گاف صندوق چیزی که به درد هدیه دادن به ستاره بخوره نیست پسرم. هرچی که بخوای من براش میخرم. خب من دیگه دیرم شده، باید برم. فعلا خدافظ، بعدا میبینم. همین که داشتم به گاف صندوق نزدیک میشدم پسرم مثل عجل معلق سر رسید. اون به تو شک برده؟ آره، شنیدم که به ستارم همینو میگفت. برو خب باید کلکشو بکنیم. واگذارش میکنیم به زلزله، اون میتونه از دور همچین با کارت بزنتش که آب از آب تکون نخوره. ولی زلزله آدم نمیکشه. میکشه. همینقدر که با کارت یجش بزنه چه اما بخوابه برامون کافیه. آره راست میگه. باشه من درستش میکنم. برو
آخر این زلزله چه قشنگ زدی. ببینم اگه یه کاری بخوام برام انجام میدی. کار که چیزی نیست تو جون. با ببینم چیه. بیا بریم تا برات بگم راجع به اون پسر است. خیلی مواظب باشه یه پسر رو ناکارش. چی شده؟ هیچ. یه خواب خیلی بدی دیدم پسرم. آه نه ترس نه راحت. وای! دو 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 یه خواب خیلی بدی دیدم. خواب دیدی؟ آره. خدا بابات بیامرزه. همچین جیغ زدی من خیال کردم زلزله اومده. چه صدایی بود؟ کی بود؟ کی بود؟ ها؟ کجا رفت؟ چی؟ ها؟ خدا جون نکنی جلی شده داده. هی میگم آب شبا آبگوش درست نکن با این تیلی تایی که بخوری. خب همین خوابارم میبینی دیگه. خیلی خب دایی جون تو برو بخواب. قربون تو پسر شب خیر آبجی. اما این دفعه اگه خواستی تو خواب جیغ بزنی اول به من خبر بده. فهمیدی چی میگم؟ زادران اون کرده نازشتم بخوابی. از یه سر برم اینجا. باشه بله شو یه بار کیسو. بیا مادر قرص خوابتو بخور تا بتونی راحت بگیری بخوابی. تو اعصابت خیلی ضعیفه که اینجور خواباره میبینی مادر. ای مادر من که دیگه آدم سالمی نیستم. بعد از اون حادثه یه زلزله نصفی از وجود من مرد. اون زلزله لعنتی دهمونو کنف یکون نکرده بود. من همه چی داشتم، همه چی، جوونی، سلامتی، پدرت، برادرت احمد. چقدر خوش بودی برادرت احمد. گفتم این بچه نیست، زلزله است. ولی زلزله اونو از من گرفت. گریه نکن مادر، بگی بخواب، راحت بخواب، چشمات هم هم بذار. قرص خواب داره کم کم به تأثیر میکنه، الان خوابت میبره. فقط دلم بخواست بدونم الان برادرت زنده است، مرده است، چه سرنوشتی داره. خواهش میکنم مادر، گریه نکن، بخواب. تو هم برو بخواب پسرم. Thank you.
سرکیو؟ کیا بوده؟ برو بابا تام از وقتی وکیل شده هر چیزی مثل دادگاه باید برات ثابت بیورسه چرا زدی؟ گفتم که خونه نبود خونه نبود چرا بود؟ حتما یک کرکی تو کارت بود احمقه بیورسه که بیشو اینه بلازنش بیرون از اینجا بلازنش بیرون نمیخوام جلوی چشم باشه نصیر بله رئیس تو بیا اینجا اون بیارزه که نتونست ایش تلفون کرد ستاره بود میخواست با حرف بزن این میخواستی بگی نانازم با من حرف بزنه الو ستاره خانم نانازم با خودتون بیارین اینجا چرا ستاره بوق میزنی؟ ولش کن قطع کرده غلط کرده قطع کرده من با ناناز کار فوتی و فوری دارم همین الان میاد اینجا الان ما پس من برم کله پاچه رو بگیرم یه لقمه هم دهن ناناز جونم بزنم قربون تو پسر خوب برم چیچی رو داری دید بیزنی؟ اگه دنبال دختر مختر میگردی کور خوندی خدا روزی رو جای دیگه حواله کن نه داداش شنیدم یکی از اون بالاخونه رو اجاره میدن برای این اونی که اجاره میدن بالاخونه سرکاره یالا بزمشا خیلی خب میرم یالا برو بینم برو دیگه رو تو کم کن چه خبره چی شده؟ چی بود دایی چون؟ بی خودی اومده داره خونه مردم رو دید بیزنه دیگه نمیدونه ما خودمون صد توی اون حسین یه لقمه بخور برو وقت ندارم الان ستره میاد باید باش برم اون هاشش سلام نارادم باش شده چون گوش کن ما کار داریم باشه واسه بعد تو هم با این چیزه که تو دستت بهتر بری چون منم میام سلام ناناس هلو جیمی بان هلو نامزده جیمی بان خب بسه حالا برو تو گود بای 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 زود برگرد شما کله پاچه لازم هست کی بود؟ چی شد؟ این دیوونه کی بود؟ تو تورید نشدی؟ نه، شما چطور؟ نه وای سر شکست ببینم تو تورید نشدی؟ خدا رو شکر نه، چیزی نیست بین این دستمانو بزنین رو سرتون خدا رو شکر که تو تورید نشدی خیر گذاشتی نارازی بیم بریم تو خونه خواهش میکنم شما جون منو نجات دادی آره، راست میگه نه چیزی نیست من باید نه یه دقیقه صبر کنی نه بابا بی بریم تو خونه چتاق دیگمه آه راستی این دیره شده میخواد بره تلفن خونه به نامزدش نه میخواد این باز اینجا باشه بیم بریم تو خونه سرتون پانسه بکنم با هم بیم تو خونه یه لقمه از کله بخو بفرمین از کله من نه کله گوسفنده رو بگم یه خرده نیست بیا اینم سویچ بهت که گفتم اون نمیتونه بیاد زود باش برو زود باش باید به بویفرندم دم تلفن کرد یه پدری از بویفرند ای پی در آورد که تو تاریخ نوشت برو برو بریم تو بفرمایید تو بفرمایید خواهش میکنم برو بیا تو خیلی چون مواظب باشه خانو بفرمایی نسید ببرش اوتا بشینین اینجا نه خیلی این کله پاچه یخ کرد و از دهن افتاد ننه اون شیشه روغن عقرب کجاست من الان میارمش سرش داره خون میاد تو بار این کله پاچه رو بذار رو آتیش یخ نکنه تا من این کله رو ببندم ولی آخه سر برو این کله واجب تر از این کله است برو و ایلا پدر ساب کله رو در میارم بذار ببینم چی شده نه بابا چیز مهمی نیست بیا آوردمش بده من تو برو ببین این دختره کله پاچه رو نخورا بس کامک برو به کله پاچه کامک کن تقی اینجا چه خبره چی شده چیزی نیست اگه اینم رامی رفته و زیر ماشین شما جون پسر منو نجات دادین خیلی متشکرم چیزی نبود کار مهمی نکردم خانم داداش بدش به من درستش کنه بیا ننه تو وصل پینه بهتر برد اینه به من خیلی خواه مردم دلم شوری کلخ خیلی خواه تو برو برو من خودم میبندمش سرت خیلی درد میکنه؟ نه چقدر چشمای شما به نظر من آشنا میاد انگار من این چشما رو یه جایی دیدم من تو رو دوست دارم رامین از جونم هم بیشتر یادت هست یه روز با هم قسم خوردیم که حتی مرگم نتونه ما رو از هم جدا کنه
حالا همونه، هیچی عوض نشده. اما آخه خواهش میکنم رامین، حرف اون شبو نزن. من با عموم صحبت کردم، بهتریم که به هیچ وجه حاضر نیستم با پسرش عروسی کنم. اما چی گفت؟ دیگه راجع به این موضوع حرفی نزد. من کم کم بهش میگم که با هیچ کس غیر از تو ازدواج نمی کنم. شما دوتا که داری صحبت رو میخوری نوشه جون. خیلی متشکرم مادر، از لطفتون یه دنیا ممنونه. من باید از شما تشکر کنم که جون پسرم رو نجات دادین. بابا حالا شما بیاین یه لقمه بزنین. نفهمیدم امروز توی خونه همش باچمالیه. از لطف شما خیلی متشکرم آقا، با اجازتون مرخص میشه. نگاه کن این صبح اول صبح یه لقمه کلپاچه بزن. متشکرم، من صبحونه خوردم. من بازم از شما تشکر میکنم. من زندگیمو مدیون شما هستم. اختیار دارین آقا. خداحافظ. خوش اومدی پسرم، گاهی به ما یه سری بزن. خداحافظ. خیلی عجیب بود، من که باور نمی کنم این جریان تصادفی نبود. حتما یک کسی خواسته عمدن منو زیر کنه. من فکر میکنم یک کلکی تو کار بوده. راستی رامین، من اون ماشینه رو میشناسم، حتی اگه میونه 100 تا ماشین دیگه‌ام ببینم میشناسمش. اگه به چنگم بیافته همینطور تیکه و پرش میکنم. یه چیزی یادم افتاد، به نظر تو الان مسعود کجاست؟ والله نمیدونم، صبح بهش تلفن شد، یه چیزایی راجع به حموم سونا داشتم به هم دیگه میگفتم. بیا بریم تقی. کله چی؟ کله پاچه باشه ستاره میخوره. بیا بریم کجا؟ یه لقمه پاچه بزنه بیا بریم دیر میشه. بابا معطل برنامه گوش نمیتونم بگذرم. آها برو بریم. اونا همون ماشین هست مطمئنی؟ آره همونه، یارو با تو همون باشه. پس مسعودم تو همونه. برو بریم. حاضر باش. بیار زاخه، چطور نتونستی کار به این آسونی رو انجام بدی؟ گفتم که نشد، با سرعت صد رفتم سمتش، همچی که داشتم زیرش میکردم زلزله خودش پرت کرد روش نزد. زلزله اونجا چیکار میکرد؟ حالا جواب ریتی چی باز کرد؟ نمیدونم. درو ببند. دلواره بیرون خودتو بپوشو، درست عین تقی جیمز باند. زیر هفت روی هفت، تو برو از این ور، من میرم از این ور، منم میرم از این ور. بودو برو. چی شد؟ این تو اینقدر داغه که اگر پنج دقیقه بمونی یا آب بخوره. خب برو اونجا. نگاه کن ببینم مردنی، تو واسه چی اومدی تو همون سونا؟ اومدم رژیم بگیرم. رژیم بگیری؟ پس رژیم بگیر، ادامه بده. منم آخه من آخه یارو ست شکم داره. آخش خیلی بیارزه این کردی ده مقا. حالا جواب رئیس چی میدی؟ باره بیرون. کجا برم؟ تو چی کاره ای؟ من این مشتمال چیم؟ بیارنش تو. منو چیکارم داری؟ چی کارم داری؟ ها؟ گمونم همون متخصص ماساژه که تازه اومده. آره خوب گفتی، من ماساژ میدم، خیلی هم خوب ماساژ میدم. ببین الان شما رو یکی یکی ماساژ میدم. نمیخواد ماساژ بدی؟ من متخصص از ورامین نتنز هستم، بخواب اینجا. برو کنار بیا. صداتون در اید علی ماساژی بده خودت حس کنی. دیگه بکب اینجا. دارم چی میکنی؟ من گفتم من از آفریقا تخصص دارم. این ماساژ که من میگم در هیچ حموم نیست. ماساژ بده. صدا در ایاد. الان کنن در ساکر جا 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 جا
خبر کردی؟ رامین خب، زخم وردش دیاره حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است که شما از من قایم میکنین. من بوش روز اول شنیدم. بیا برای اولین دفعه تو زندگی زرنگ باش. هرچی هست با هم میخوریم، نصف تو، نصف من. چیزی نیست بابا، ولم کن. چیزی نیست. من تو را چنگیز تو خاک رو با پیدا کرده. تا حالا مثل سگ ازمون کار کشته. تو خیال میکنی اگه با اون کار بکنی به تو سهم میده؟ تا حالا داده؟ بیا این پول واسه خودمون برداریم. 60 و 40 من. میدونی که اگه من باهات باشم موفق میشی. یه گاف صندوقه. ها کجاست؟ خونه پدرم. پدرت؟ پدرم نیست بابا. همش کلکه. چرا میخواستین اون پسره رو بکشی؟ پسره داشت میفهمید. با اونا چه نسبتی داره؟ برای اون کار میکنه. دخترم دوست داره. بیا ولشون کن. ما پولا رو برمی‌داریم با هم از اینجا میریم. ولی من دختره رو دوست دارم. دختره رو دوست دارم. خب دوست داشته باش. تو وقتی پول داشته باشی 1000 تا دختر از اون قشنگ‌ترم واسط هست. بذار این دو نفر با هم دیگه خوشبخت باشن. اونا هر دو خوبن، تحصیل کردن، همدیگه دوست دارن. من و تو به درد هیچ کس نمیخوریم. برای هیچ کس خوب نیستیم. گاف صندوقو میزنیم و برای همیشه از این شهر میریم. من میرم وسایل کارو آماده کنم. یادت نره، منتظرم باشی. به سلامت. امشب کارو تموم می‌کنیم. چرا اینقدر زود اومدی؟ یعنی این سالار بیداره. این اشکال نداره. کجاست؟ اینجاست. بیمش گوش شو. یواش. خیلی مشکله. من دو نمره شو بردم. دست راستی دو نمره به طرف راست، اون بریم سه نمره به طرف چپ. بقیش خودت پیدا کن. خیلی خوب. داره میاد، بریم پشت پرده. بریم پشت پرده. Yeah. 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 Yeah
آنچه مسلم است قاتل سرقت خود را با مهارت انجام داده، ولی هنگام فرار از منزل با مسعود برخورد نموده و به ناچار وی را به قتل میرساند. از آنجایی که پدر مقتول یکی از وکلای مبرز دادگستری است، به عنوان مدعی خصوصی شخصا این پرونده را تعقیب می نماید. پس آقای امین سالار تصمیم داره پسره را هر طوری که شده بفرسته بالای چوبه دار؟ این غیر ممکنه. من نمیتونم باور کنم جوونی که اون روز اون طور جونش برای نجات تو به خطر انداخت قاتل باشه. منم باور نمیکنم کار اون پسره باشه. میدونین راستش اینه که خود منم نمیتونم قبول کنم. اگه اینطوره پچه رو کمکش نمیکنی؟ برو باهاش صحبت کن، الان اون به وجود تو احتیاج داره. خواهش میکنم گذشته از این تو مدیون اون هستی. آره در ضمن برم هم نمیاد با اون آقای وکیل معروف یه دست و پنجه نرم کنم. آره خوبه، پس پاشو برو دیگه. باشه میرم زندون پیشش. با من کار داشتیم. آره چه کاری؟ میتونی به من بگی مسعود کی کشته؟ خیال میکنی من کشتم؟ آره اگه خیال میکردم تو کشتی اینجا نمیومدم. حالا هر چی میدونی به من بگو. من چیزی نمیدونم. به نفته، من میخوام به تو کمک کنم. چرا میخوای کمکم کنی؟ چون تو یه دفعه جون منو نجات دادی، من بهت مدیونم. تو هیچ دینی نسبت به من نداری. خب سرت خوب شد؟ بیا اینجا. برای چه از من فرار میکنی؟ من از کسی فرار نمیکنم. پس چرا جریانو نمیگی؟ چی رو بگم؟ جریانی نیست که برات بگم. من میدونم که تو آدم نکشتی، به همین جهت میخوام وکالتتو به عهده بگیرم. هر چی که میدونی باید به من بگی. من وکیل تسخیری دارم، دلم هم نمیخواد تو از من دفاع بکنی. آخه چرا؟ برای اینکه نمیخوام تو دردسر بیفتی، میفهمی؟ چه دردسری؟ همونایی که برای من دردسر درست کردن برات هم میتونن درست کنن. من از هیچی نمیترسم. تو فقط هر چی که میدونی باید به من بگی، بذار کمکت کنم. نمیخوام تو کمکم کنی. فقط همونطور که گفتم تو کار من دخالت نکن. من اصلا نمیخوام که تو به کار من کاری داشته باشی. برو بلم کن. برو. ساکت، لطفاً ساکت. و بنابر شواهد و مدارکی که در پرونده موجود است و همچنین ادله و براهین این کیفرخواست، متهم مزبور مجرم میباشد. از دادگاه محترم طبق ماده 170 و 171 قانون مجازات عمومی برای مشار علیه تقاضای اشد مجازات یعنی اعدام می نماید. متهم توجه کنید، طبق قانون دادگاه برای شما وکیل تسخیری معین کرده. صبر کنید، شنو به من محول کنید. من وکالت ایشون رو قبول ندارم، همون وکیل تسخیری برام کافیه. خواهش میکنم اجازه بده، من به تو مدیونم. تو هیچ دینی نسبت به من نداری، نمیخوام تو این کار دخالت بکنی. من باید به تو کمک بکنم، مادرم هم اصرار داشت. اجازه بده برادران به خدمت کنم. اگه تو نظری آبروی من از بین میره، ازت خواهش میکنم. یه نفر اونجا نشسته به من میخنده، نگاه کن، همونی که اونجا نشسته، اون در صدد از بین بردن تو. راضی نشو مورد تمسخر مردم قرار بگیرم. پسر تو چرا قد تخسی؟ بذار کمکت کنه دیگه. خیلی خب، هر کاری دلت بخواد بکن، من فقط برای جون خودت میترسیدم. خیلی متشکرم. من خودم پدر هرچ دزد در بیارم، ولی به تو کاری ندارم، نترس. آقای رئیس، متهم وکالت منو قبول کرد. بسیار خوب، تا تکمیل اوراق وکالت ایشون آقای امین سالار وکیل مدعی خصوصی میتونم صحبت بکنم. متشکرم. اون که قربان بنده تقی جیمز باشه بشه من خبر کنم. ای چیز عجیبی ارد. ببخشید قربان، تعظیم عرض کردم. حالا دیگه کارت به جایی رسیده که میخوای با من در بیفتی؟ خوردت میکنم. کاری میکنم که آرزو کنی زمین این دادگاه دهن باز کنه و قورتت بده. ریاست محترم دادگاه، آقایان قضات، این شخص برای دزدیدن پولی که پیش من امانت بود وارد منزل من شد و پولها و جواهرات منو دزدید. و هنگامی که پسر من میخواست مانع دزدی اون بشه، با کاردی که هنوز اثر انگشتش روی اونه پسر منو کشت. من از دادگاه محترم تقاضا دارم با توجه به مدارک موجود در پرونده
و اظهارات آقای دادستان اشد مجازات رو درباره اون اجرا بکنه تا امثال جنایتکارانی مثل این با جان و مال مردم بیگناه بازی نکنن. اعتراض دارم آقای رئیس. هنوز در دادگاه ثابت نشده که متهم قاتله. موکل من فرد بیگناهیه که بازیچه یک توطئه زیرکانه شده. هر کسی با یک نگاه به صورت معصوم اون میتونه بفهمه که صاحب این چشمای معصوم هرگز نمیتونه قاتل باشه. من از این ظواهر معصوم و باطنای خبیث زیاد دیدم. هیز برتن، اینا بچه های یه مشجانی و دوست هستن. شما اشتباه میکنید. هیچ کس از اول دزد آدم کش به دنیا نمیاد. اون اجتماع و محیطی که آدم و جانی و دزد برمیاره. متهم میتونه بنشینه. بسیار خوب، شما درباره حرفای وکیل مدعی خصوصی صحبتی ندارید؟ چرا قربان؟ باید بگم متاسفانه احساسات شدید پدری آقای امین سالار مانع شد راجع به کسی که بعد از 20 سال به عنوان پسر وارد خونشون شد تحقیق بکنن. ولی من تحقیق کردم. کسی که به عنوان به اصطلاح پسر آقای امین سالار وارد خونشون شد پسر ایشون نبود، بلکه اون یه دوست سابقه دار بوده که پروندهش هنوز در شهربانی تبریزه و باید برز ریاست محترم برسونم که پدر حقیقی اون هنوز زنده است. بسیار خوب، برای امروز کافیه. دادگاه به عنوان تنفس تا فردا تعطیل است. آفرین، شیری گاشتی، من بهت افتخار میکنم. به تو هم افتخار میکنم. دادگاه تنفس اعلان کرده، بی بریم بیرون یه خورده تنفس. این که گفت چی هست؟ با این نفس کشیدنم بلد نیست، بریم بیرون یاد کنم. ببینم، این چیزایی که گفتی حقیقت داشت؟ 100%. حالا خودش تحقیق میکنه. گوش کن، همین الان به دادیار تبریز تلگراف بزن. اون یکی از دوستان منه. از قول من ازش بخوا که سوابق مسعود و هرچی از اون و خانوادش میتونه پیدا کنه و فوراً تلگرافی به من اطلاع بده. عجله کن. هیچ. رامین، برای عموم از تبریز یه تلگراف اومده. سابقه مسعود رو براش نوشتن. چی توش نوشته؟ معلوم شده پدر اصلیش کی بوده. عالی شد. ببین ستاره، تو باید هر طوری شده اون تلگراف رو برای من بیاری. نه، این غیر ممکنه رامین. من نمیتونم این. اگه عموم بفهمه. داره لجبازی میکنه. من میدونم اون برای اینکه غرورش خورد نشه به مبارزه ادامه میده. ولی تو چطور میتونی ببینی که زندگی یارم بیگناه به خاطر خودخواهی عموم در خطر باشه؟ تو الان وجد. خیلی خوب. باشی. ستاره، 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 ستاره کجاست؟ ستاره رفت؟ کجا رفت؟ رفت پیش عمی؟ دختر یه نمک نشناس. پاپا دیوونه شد. سلام. سلام. بیا، اینم تلگراف. متشکرم عزیزم. بخون ببینم چی نوشته. نمیدونم دیگه چجوری تو روی عموم نگاه کنم. ناراحت نباش دختر جون. تو کار بدی نکردی، یه آدم بیگناهی رو از محبسه نجات دادی. خیلی خوب، حالا این مدرک رو تو دادگاه مثل نارنجک جلوش زمین میزنم، خوردش میکنم. واقعا ازت متشکرم عزیزم. تو کمک خیلی بزرگی به من و اون جوان کردی. ازت متشکرم. ولی خودم از بین بردم. تا تقی جیمز باند داری از هیچی نترس. من الان 3 تا مدرک قاطع برای تبرئه موکلم دارم. اونو حتما نجاتش میدم. تو خوشحال نیستی؟ چرا؟ حالا دیگه مادرم با آرزوی دیگه خودش میرسه. مادر، تو همیشه دلت میخواست پسرت مثل پدرش وکیل بشه، دست ضعفا و بیگناه ها رو بگیر و بهشون کمک بکن. خب دیگه آرزوت برآورده میشه، پسرت یه بیگناهی رو نجات میده. خیلی خوب، حالا خدا جون
این اون سیستمی که میخواستی به شاگردت یاد بدی؟ جناب استاد؟ دروغ و کلک و حق بازی؟ فقط برای برنده شدن و محکوم کردن. حالا این محکوم هر چی میخواد باشه، هر وضعی میخواد داشته باشه، فقط باید در دادگاه برنده شد، اینطور نیست؟ ولی تو گوش کن آقای امین سالار، با این مدرک دیگه کارت ساخته است. تو دادگاه سکه یه پولت میکنم، به همه میفهمونم تو چی هستی و چی هستی. ثابت میکنم که تو شریک دوست و رفیق قاتله. من هیچ حرفی ندارم باهات بزنم، اگه حرفی با من داری بزنی باید تو دادگاه بزنی. تو خیال کردی میتونی یه جوان بیگناهی رو بالای دار بفرستی و خودت این وسط از آب جلالود ماهی بگیری، ولی نقشت نگرفت. حالا تو دادگاه نتیجه خیانت و جنایت خودتو میبینی. کاری میکنم که میون مردم دیگه نتونی سرتو بلند بکنی. همونطوری که منو از اتاقت بیرون کردی، حالا من تو رو بیرون میکنم. برو بیرون. برو کنار سرطا، همین آوردن. خیلی خوب، نگرش دار. سلام آقا. آقای امین سالار، طبق گفته خودشون که در پرونده هم ضبط شده، متهمو در حین ارتکاب قتل میبینه که کاردی رو به بدن مقتول از زیر بازوی راست زده که به طور مورب در پهلوی مقتول فرو رفته و در این حال مقتول رو از روبرو در بغل داشته. اینطور. من خواهش میکنم اجازه بفرمایید آقای منشی دادگاه برای نشان دادن این ضربه به من کمک بکنن. بفرمایید آقای منشی. من خودم رو در جای مقتول قرار میدم. آقای امین سالار کاردو در دست راست ضارب دیدن و نحوه قتل به این شکل بوده. درست آقای امین سالار؟ بسیار خوب. حالا من از این آقا خواهش میکنم به همون ترتیب منو بزنن، از چپ به طرف راست بدن. ملاحظه فرمودید آقای رئیس؟ خیلی متشکرم. پس متهم نمیتونه ضارب باشه و اینم معقول نیست که اگه بگیم اول از پشت زده، بعد لابد دلش سوخته و آمده از جلو مقتول رو بغل کرده و کاردو در آورده. خوشم اومد، شیری کاشتی. ساکت. خیلی خوب، ببرش بیرون. ریاست محترم دادگاه، آقای دادستان، چون جنایت به خاطر سرقت انجام شده، معلوم میشه غیر از مقتول و متهم شخص ثالثی هم در محل حادثه بوده که هم قتل رو انجام داده و هم پولا رو برده. ریاست محترم دادگاه، آقای وکیل مدافع همش از شخص سومی حرف میزنن که اصلا وجود خارجی نداره. با اجازه محترم ریاست دادگاه، من جواب آقای دادستان رو میدم. بفرمایید آقای دادستان، این تلگراف سندی است که به عنوان آقای امیسالار مخابره شده. این تلگراف ثابت میکنه که مسعود پسر آقای امیسالار نبوده، بلکه یک دزد سابقه داره. بفرمایید. آقای رئیس، مقتول پسر آقای امیسالار بوده یا نبوده ابدا مهم نیست، مهم قتلیه که اتفاق افتاده. آقای وکیل مدافع متهم باید وجود شخص سوم رو ثابت کنه. بسیار خوب آقای دادستان، ولی این تلگراف خیلی از مسائل رو روشن میکنه. نیم میلیون پول و جواهر نزد آقای امین سالار به امانت بوده. شخص سوم برای تصاحب این پولها نقشه میکشه. اون وقت یک دوز وسط پسر آقای امین سالار میشه و قرار میذارن اون پول رو بردارن و بین خودشون قسمت کنن و ماجرا رو به صورت یک دزدی جلوه بدن. شب حادثه بود پسر آقای سالار متهمو که دوستش بوده از همه جا بیخبر به عنوان مهمان به منزلش دعوت میکنه. نصف شب مسعود و شخص سوم نقشه خودشون رو اجرا میکنن و پولها رو از گاف صندوق برمیدارن. منتها شخص سوم چون طمع به همه پولها داشته، مسعود رو میکشه و در اثر سر و صدا موکل من که مهمان اون منزل بوده به محل حادثه میاد. البته وقتی میرسه که جنایت صورت گرفته بوده. متهم ناگهان دوستش مسعود رو بغل میکنه و کارد رو از بدنش بیرون میکشه. حالا برای شخص سوم، یعنی قاتل حقیقی، چه موقعیت بهتر از این که جنایت خودش رو گردن کس دیگه بندازه؟ این شخص سوم کیه؟ شخص سوم
همونه که مسعود دروغ با مان پسرش وارد خونش کرد تا بتونه نقشه خودش رو اجرا بکنه و نیم میلیون پول امانتی رو بالا بکشه. شخص سوم همین آقای امین سالاره. قاتل حقیقی همینه. مادر! مادر جون کجایی؟ من اینجام. برو. خبر شده پسرم. مادر جون بالاخره موفق شدم. اون جوونو از مرگ نجاتش دادم. اون تبرئه شد مادر، از زندون آزاد شد. چرا اون یارو رو نمیگی؟ وکیل طرف و سکه یه پولش کرد. کاری کرد که الان تحت نظر گرفتنش. آره راست میگه مادر جون. نگاه کن، بزرگترین وکیل این شهر رو تو دادگاه مغلوب کردم. ببین اینجا چی نوشته. اینجاست. یک وکیل جوان کارآموز از استاد خود پیشی گرفت. نگاه کن، بخون. خدای من چرا چی میکنی؟ چیه مادر؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ اون کسی که میگی مغلوبش کردی صاحب همین عکسه؟ خب آره مگه چی شده؟ خدای من مادر چی شد؟ آخه اون پدرته، پدر خودته. پدر من؟ خدا بعد از 20 سال چه حادثه غم انگیزی. مادر راست میگی؟ آره پسرم، اون پدرته، سالاری که حالا به امین سالار معروف شده پدرته، همینه. تو مطمئنی که این همونه؟ آره، چطور ممکنه من اون صورت رو فراموش کنم؟ یالا رامی باید یک کاری بکنی، نباید در اون حیثیت چند سالش از بین بره. من اگه شده جونم افتاده بکنم، پدرم از این ده مسه نجاتش میدم. میرم به هر نحوی شده مجرم واقعی رو پیدا میکنم و تحویل قانون میدم. حالا اون کجاست؟ منو ببر پیشش. گمو میکنم بازداشته. منو ببر پیشش داداش تقی، من دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم. نه مادر جون، یکم دیگه صبر کن. ازت خواهش میکنم بذار من قاتل حقیقی رو پیدا کنم تا از پدرم رفع اتهام بشه. اون وقت رو میبرم پیشش. بهت قول میدم مادر. باشه بیا بریم. نمیدونستم دارم چیکار میکنم. غرور چشمه منو کور کرده بود. خدا رو شکر که این حادثه باعث شد من تو رو بشناسم، پسر حقیقیمو پیدا کنم. ولی من به حیثیت شما لطمه زدم پدر. شما چرا تو دادگاه حرف نزدین؟ برای چی از خودتون دفاع نکردین؟ من میدونستم که بیگناهم و این سوء تفاهمم زود برطرف میشه. برای همین نمیخواستم مانع موفقیت تو بشم. چند روز ناراحتی برای من زیاد مهم نیست. بالاخره به همه ثابت میشه که من بیگناهم. خودم این ناراحتی رو برطرف میکنم. از همین حالا میرم دنبال کشف این موضوع. هر طور شده قاتل واقعی و دزد پولا رو پیدا میکنم. چطوری؟ ممکنه جون تو به خطر بندازی. زلزله میتونه سر نخی دستمون بده. او رسین، این آقا تقیه، ایشون منو بزرگ کرده. سلام. سلام، خوشبختم. تقی جیمز با زیر هفت روی هفت. خب بریم دیگه، گریه نکن، خداحافظ. سلام عمو. سلام دخترم. بیا بریم، وجود تو احتیاج دارم. بیا فعلا بریم. برو تو بریم. باشه بس بعد. خداحافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. قسمت ما همین بود. سرکارده رو ببر. گوش کن چی میگم تقی، تو با اون ماشین بیا، من و سترم با این ماشین بریم. بازو بینم، عجله کن. اون آشش خلاصه قربون هر دوتون میگم. میتونم باز حرف بزنم؟ حرف بزن. خلوت کنم اینم، یالا. تو باید هر چی راجی به اون قتل میدونی به من بگی. من هیچی نمیدونم. چرا میدونی؟ تو باید بیشتر توضیح بدی. گفتم که هیچی نمیدونم. من میدونم غیر از تو چند نفر با مسعود بودن. حالا اگه تو به من نمیگی، من خودم میرم منزل مسعود، بالاخره یه چیزی میفهمم. نه نه رو، تو نباید بری اونجا. برو کنار. تو خونه ممکنه با گوله ازت پذیرایی کنه. اینش دیگه به تو مربوط نیست. کجا رامی؟ گوش کن دایتقی، من میرم سمت منزل مسعود. تو فقط به سروان نصیری رفیق من تلفن کن و جریانو بهش بگو. خیلی خوب. این بد میگم نره اونجا. گفتم برو کنار. اون نباید بره اونجا. بلش کن جوری. برام کنین گمشی. بلش کن. پس چرا سر به سر بچه های مردم میذاری بیزو؟ خانم چاکر شما تقی جیمز باش. میزیرم.
باز یه دفعه دیگه هم زیره هم سلام جینی. بیا جلو. تو نباید میذاشتی میرفتی اونجا، خطر بزرگی تهدیدش میکنه. دیگه خطرمتر برای اون معنی نداره، اون میخواد پدرش نجات بده. پدرش دیگه کیه؟ حالا بهت میگم، بذار اول یه لبی تر کنم. بیا جلو. میگم حرف بزن، بگونم پدرش کیه. چه خبرته؟ بذار سوء استفاده کنم. بیا بیا این بار، پدرش کیه؟ یالا حرف بزن. همون آقای امین سالار که مسعود خودش قلابی به جای پسرش جا زده، پسر حقیقیش رامینه. چی میشنم؟ پدر را بیفت بگرد. یه تلفن بذارم. تلفن نمیخواد بکنیم، را بیفت بریم. من این پولا رو همدان توی خونه مخفی کرده بودم که اگه کسی به ما مشکوک شد نتونه پیدا کنه. شما از سهمی که گرفتین راضی هستین؟ البته که راضی هستیم، دست شما درد نکنه. فعلا بیان شما رو زودتر به هواپیما برسونیم. کجا؟ مثل اینکه خیال مسافرت داری. گوش کن لدن، تو باید وضع من رو بفهمی. اگه دیر به جنبیم هممون رو دستگیر میکنن. پس میخوای فرار کنی؟ آره، من پاسپورت و بلیط هواپیما گرفتم، تو بعد میتونی به من ملحق بشی. پس تو مسعودو کشتی؟ حالا وقت این حرفا نیست. چرا هست؟ منو تو این نقشه رو با هم کشیده بودیم. ولی تو نارو زدی پسره رو کشتی، حالا میخوای فرار کنی. من نمیذارم، به پلیس تلفن میکنم. قاتل؟ تیر خورده، کمکش کنیم. چنگیز قاتل مسعوده، اون با پولای دوستی رفت فرود. تو مواظبش باش، به پلیس هم اطلاع بده. خیلی خوب. بمیشه از این بار یک کاری کن، ما رو گم کنه. خوب شد گممون کرد، از شرش راحت شدیم. اوه، کتر و رحمق داره میرسه. چی بگم؟ به پیش دست راست. موتر با رحمق، گاز بده. هرچی میتونی پر گاز برو، یالا به پیش. Thank you.
کجا رفت؟ باید همینجا باشه. گوش کنین، تو از اون طرف برو، تو از اون طرف، منم میرم بالا. باید محاصرش کنیم. اینجا که جاده فرودگاه نیست، چون تعقیبشون کرده فرودگاه نرفتن، حتما بردنش طرف اون ساختمونه که من میدونم. برو دم یه تلفن به پلیس تلفن کنیم. برو اونها اون ماشینشونه. راست میگی، باشه ستارم اونجاست. یالا ده معطل نفتون ببیش به راست. یالا زود باش. بوده میرم، عجله کن. دوزده دار که سادم میکشی، بیا جلو. وای جناب سروان، این همون قاتل اصلیه، این هم کیف پولاییه که دوزیده. بیا جلو یا نه. بیا جناب سروان، این هم اقرار بکنه که قاتل اینه. راست میگه؟ جناب سروان، به خدا من گناهی ندارم، قاتلونه. اعتراف میکنی که قاتل تویی؟ اینو توقیفش کن، با بی سیمم اطلاع بده فوراً یه آمبولانس بیاد اینجا. راستی زلزله کو؟ کجا؟ اونه یکی دیگه شونه. یا نه برنشو، برنشو نباکست، برو جلو بیارش اینجا.
پسرم. پدر. خدای من. پسر نازنینم. نمیدونی چقدر خوشحالم پدر. ملور پسرم. خدایا چه سعادتی. میبینی پسرم، از خوشحالی نمیتونم جلوی اشکم رو بگیرم. پسر عزیزم. بیچاره مادرت، چقدر رنج کشیده، پس چرا اینقدر دیر کرد؟ اینم مادر. سالار، خدا رو شکر که دوباره تو رو دیدم، خدا رو شکر. مریم. سالار. من مرد خوشبختیم که تونستم بعد از سالها دوباره خانوادم رو پیدا کنم. منم خوشحالم بعد از سالها رنج کشیدم، بالاخره به شوهر عزیزم رسیدم. سالار. کاش پسر بزرگمونم اینجا بود، اونو که فراموش نکردی. چطور میتونم پسرم رو فراموش کنم؟ یه عمر به فکر اونو شماها بودم. یادته چقدر شیطون بود؟ همیشه همه رو اذیت میکرد. من وقتی امیدم به کلی از شماها قطع شد، ستاره رو پیدا کردم. اون شریک زندگی تنها و غم‌انگیز من بود. دختر خوبیه، دختر خانومیه. مرسی. اگه پسر بزرگم هم اینجا بود، الان دیگه هیچی کم نداشتیم. پسرتون زنده است. پسر من؟ زنده است. زنده است. همه تون هم میشنسیم. اون چیه؟ زلزله. زلزله؟ اون الان اینجا بود، رفت بیرو. الان میارمش. احمد! احمد! برادر عزیزم. برادر. برادر. ببینیم خود. ببینیم. همه میخوان تو رو ببینن. پسرم عزیزم. پسرم احمد. مادر شما. مادر شما که بذار ببوسم. مادر خدایا تو رو شکر میکنم. مادر بیا بیا ودا کنیم. خیلی خوشحالم که تو رو پیدا کردم پسرم. خب آقای امین سارم، ما هم دیگه مرخص. کجا؟ شما دیگه جز فامیل ما هستین، باید پیش ما بمونیم. نه نمیتونم بمونم، ناراحتم، زجر میکشم لبرم. شما که دیگه به پسرتون و بزنتون رسید، من دیگه باید برم. کجا میخوای بری؟ میرم با این نالا پی بشم. لالا بیا